بینندگان عزیز، با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز برای چند دقیقه میخوام یه مینی برنامه خدمت شما تقدیم کنم و فقط بهتون بگم که به جای روزهای جمعه از این ماه که ماه اکتبر هست و بعدش نوامبر و بعدش دسامبر، برنامه‌های کانون آوا و سربی با مردم روزهای یک شنبه پخش میشه. برنامه های آقای حسن ارشاد هم هر وقت که ایشون تهیه کنه از ایران بفرسه، ما همون روز ضبط میکنیم و در به اصطلاح سیستم قرار میدیم. همونجوری که قبلا توضیح دادیم، حسن این برنامه ها اینه که شما اگر از تلویزیون مردم، مردم TV.com تماشا کنید، میتونید 12 ساعت اینا رو برگردونید عقب و هر برنامه‌ای که دلخواهتون هست، مورد توجهتون هست، اون رو تماشا کنید. اینجا هم به خاطر پاییز، هم به خاطر تغییراتی که در کار من به اصطلاح ایجاد شده به خاطر اون مسئله کرونا، میدونید یه مدت اصلا این چیپس‌های کامپیوتری تولید نمیشد، درست نمیشد، تولید اتومبیل در آمریکا عقب افتاده بود. اونایی که تو کار ماشین هستن میدونن که قیمت ماشین‌ها حتی خیلی بالا رفته، ماشین‌های کهنه و حتی ماشین نو دیگه اون تخفیف‌هایی که قبلا میدادن نمیدن، چون کمبود هست. چیزای دیگه هم خیلی قیمتشون بالا رفته و دولت یه جوری حقیقتاً سرپوش گذاشته روش فعلا که صدای مردم در نیاد یا به قول آمریکایی‌ها پانیک نکنن. و یه جایی بودم طرف گفت که یه چیزی رو که ما می‌خریدیم 20 سنت الان 80 سنته، یعنی 4 برابر. البته باز اینجا یه انصافی هست، این کافرای انصافی دارن نسبت به اونای دیگه‌ای که به اصطلاح ادعا میکنن دین دارن. یه مثلی میگه که شیطون دیوانوار از یه جایی داشت فرار میکرد، گفتن چی شد تو که صبح گفتی من میخوام برم تو جسم این موجود؟ گفت والا این منو دیوونه کرد، صبح که رفتم نمیدونم بلند شد قرآن خون، زور رفت تو بازار اینجوری دروغ گفت، بعد از زور مشروبش آورد، نمیدونم شب دعای فلان خب. گفت خلاصه من گیج و ویج در رفتم. و اما روز یک شنبه با شما خواهیم بود. این تاریخ هم دارید میبینید، امروز اول اکتبر سال 2021 هست، برابر با 9 مهر ماه. از وضعیت مدارس در ایران اگه اطلاع دارید برای ما بگید یا روی فیسبوک پیغام بذارید. خیلی ممنون، آقای فرهاد زمانیان این کار رو انجام داده، چندین پیام گذاشته، پیام‌هاش شنیدم. و روز یک شنبه درباره فیلم‌های سینمایی ایران و اون افراد لات و واقعا چی بگن، اینجا میگن لو لایف، یعنی پس فطرتی رو که اونجا به عنوان قهرمان مردم معرفی میکردن و باعث شده بود بچه ها و جوون ها، مخصوصا پسرا، مردا دنبال اون اخلاق، اون رفتار باشن، چاقو کشی، نمیدونم گردن کلفتی، زور گفتن، و از خانواده شروع میشد، از خواهر و مادرشون زور میگفتن تا بیان تو کوچه به دیگران، و آخرش هم همش یا به قبرستون ختم میشد یا به بیمارستان و اینها. چند تا فیلم در این هفته دیدم که حتما در موردش صحبت میکنم، شما هم اگه خواستید برید ببینید. یکیش دایره مینا هست که مال زمان شاه سعید کنگرانی و فروزان توش بازی میکنن. یه فیلم دیگه دیدم به نام ورشکسته ها که واقعا افتضاح بود. من نمیدونم اینا، منو یاد اون وقتا نمیدونم بهش میگفتن روحوزی، توی عروسی ها یه عده مطربی رو دعوت میکردن، بعد برای که هم بچه ها و اینها توی آب و حوض نیفتن، هم از اون به اصطلاح مساحت حوض استفاده بشه، یه تختی میزدن روی حوض و اینا روی حوض نمایش میدادن. دلیل دیگرش این بود که حوض معمولا وسط حیات بود و همه میتونستن تماشا کنن. این مطربا از مثلا بعد از ظهر که میرفتن اونجا شروع میکردن به خوردن و مشروب نوشیدن و اینا، طرفای عصر که میشد دیگه همه شنگول و منگول بودن و مست. و این نمایشایی که میخواستن بازی کنن، حالا یا سیاه‌خوان بود یا بازی شاه و وزیر بود و اینها، همش تبدیل شده بود به فی‌البداهه. ولی هنر سینما اینه که سناریو می‌نویسن، داستان فیلم می‌نویسن
هنرپیشه اونو میگیره میخونه، خودش رو توی اون نقش وارد میکنه. ما اینجا دیدیم طرف بعضی وقتا 50 پوند 60 پوند وزن کم میکنه یا وزن اضافه میکنه که بره توی اون نقش. بعضیا میرن مثلا توی زندانی برای مدتی که اونجا ببینن اوضاع چجوریه، چون میخواد نقش یه زندانی رو بازی کنه، یا میره توی دیوونه خونه چند مدت که بتونه نقش یه دیوونه رو بازی کنه. ولی این فیلم ورشکسته ها رو ببینید، اولا هنرپیشا اون آقایی نمیدونم صورتش جراحی کرده و اینها رو کی میاره، اصلا چه معیاری هست بازی کردنشون رو ببینید. من اصلا مونده بودم و هر لحظه با وجودی که این فیلم بد بود هی میگفتم خب من صبر کنم ببینم این فیلم بد چی میشه. از این لحاظ فیلم خوبی بود. یه آقایی هم هست که نسبتاً پیره و این چقدر ادعا داره، من یه چند تا مصاحبهش رو دیده بودم قبلا که از همم شکایت میکنه که مهران مدیری بهش بازی نداده، اون بهش نمیدونم سر نزده، اون مریض بوده سراغش نرفته. افتضاح. فیلم ورشکسته ها رو نگاه کنید، نظراتتون رو بگید. روزی شنبه پخش میکنم. فیلم دایره مینا رو نگاه کنید، اونایی که فکر میکنن دوران شاه ایران بهشت بوده. و همونجوری که آقای زمانیان میگه من نمیدونم واقعا ساواک، وزارت اطلاعات، فرهنگانن اینا قرار بوده که، حتی میگه شوهر یکی از این خواهرای شامس که مسئولش بوده، اینا قرار بوده نظارت کنن چجوری این فیلم ها ساخته میشد. یکیشم همین دایره مینا نگاه کنید، ماجرای خون و خون فروختن و اینها هست که چجوری بوده در دوره دروازه های تمدن اون موقع بود. آخه یک چیزی هم خاتمی میگفت، ما دروازه تمدن یا تمدن بزرگ بماند. آقای زمانیان از شما ممنونم، متشکرم. اینجا نوشتم فرهاد زمانیان، فیلم های ایرانی زمان شاه، و میگه دستن در کار دور شاه هم اعتراضی نمی کردم. ولی یه فیلمی هست به نام کلوزاپ. حالا من نمیفهمم، مثلا یه آقای عباس کیارستمی بنده خدا 5 سال از من جوانتر بود، 5 سالم مرده زودتر، میشه 55 سالش، و چرا مثلا یه فیلم ایرانی که یه نفر بوده که خودش رو جای مخمل باف جا میزده و میخواسته از مردم سوء استفاده کنه و اینها، این فیلمی که میخواد درست کنه چرا کلمه انگلیسی کلوزاپ، کلوزاپ شما وقتی کار فیلم میکنید مثلا میگه لانگ شات، یعنی باز باشه همه توش دیده بشن، یا میگه کلوزاپ، مثلا کلوزاپ مثل اینه که من میام اینجوری نزدیک، یا بذارید مثلا من یه چیز دیگه بهتون نشون بدم، مثل اینه، مثلا کلوزاپ من اینه. حالا در اصل اسم این فیلمه کلوزاپ، CLOSE یکم فاصله UP، close up. این داستان خوبیه، فیلم رو یه جورایی به اصطلاح خیلی قوی تونستن برن بسازن، یعنی شما بری یه متهم و یه شاکی و یه نفر شخص سوم دیگر بتونی جمع کنی توی فیلم، واقعا کار مشکلیه. از این نظر باید به آقای کیارستمی که حالا دیگه فوت هم شده رفته یک کردیت و اعتباری داد. در هر صورت این فیلم ها گاهی وقتا آدم از بی‌حوصلگی، از بیکاری میگه برم یه فیلم نگاه کنم، و حقیقتا شما وقتی میری تماشا میکنی بعض وقتا میبینی درد زندگیت زیادتر شده. ولی من این فیلم هایی هم هست که میگه idiot at work، یعنی احمق ها در حال کار کردن هستن. مثلا نشون میده یه نفر یه نردبونی گرفته، دوستش با کولر داره از این نردبونه میره بالا، اون خوب بالای بالا که میرسه این نردبونه میسوره، این میفته، اون میفته رو سرش، کولره میشکنه، میخوان یه یخچالی رو بار بزنن، قبل از اینکه وسایل داشته باشن یا یه وانت کرایه کنن میان رو ماشین میذارن یا تو کاپوت ماشین میذارن، هم ماشینه داغون میشه، هم یخچاله داغون میشه، هم روز خودشون خراب میشه. اینا رو آدم ببینه اون ضرب المثل ادب است که آموختی از بی ادبان، شاید باعث بشه که ما کارهای احمقانه مثل اینها انجام ندیم. امیدوارم اینجوری باشه. یه بار من از این بالا این یادداشتایی که برای امروز خوندم باز تکرار میکنم، جمعه 9 مهر ماه 1400 برابر است با 1 اکتبر 2021، برنامه های کانون آوا
برنامه‌های سربی با مردم از این هفته یک شنبه ها پخش میشه. بهترین کار این هست که اگر شما از یوتیوب تماشا میکنین سابسکرایب بشید، اینجوری هر وقت ویدیو میاد برای شما به شما خبر میده. اگرم از فیسبوک تماشا میکنید اون قسمت فالو، اون فالو رو بزنید، یعنی دنبال کردن، وقتی ما برنامه زنده داشته باشیم اون براتون میفرسه. امروز استثنان این برنامه روی فیسبوک زنده نیست، بعد از اینکه من از شما خداحافظی کردم این رو میذارم که اونجا هم باشه دوستان ببینن. نمیدونم وقتی شما فالو میذاری همه پست ها براتون میاد که فلانی سوربی یه چیز جدید گذاشت یا فقط ویدیوی زنده. اینم امتحان میکنیم یاد میگیریم. خب یه ویدیوی جالبیه که میگه اگر یه نفر تو ترکیه گویا رفته تو خیابون از مردم سوال میکنه که اگر اسرائیل بیاد و به شما بگه من امروز باید یه جونی بگیرم، جون شما رو بگیرم یا جون همسرتون، جواب شما چه خواهد بود؟ من روز یک شنبه این جواب رو به شما خواهم داد. و اما بعد از این ماجرای سوکیدو که یه حیوان یه هر از 17 سالی تو آمریکا میاد صدای زیادی میکنه، همه خیابونا رو هم کثیف میکنه، ولی میگن از یه طرفی خوبه، اولا بی آزاره، نه نیش میزنه نه گاز میگیره دندون میگیره، و میگن وقتی هم میمیره این پوست و گوشت و هر چیزی که داره برای مثل کود استفاده میشه برای زمین، و بعضیا حتی باهاش خوراک درست میکنن، میگن مزه میگو میده. البته شما میدونید مزه خوراکا هیچ چیزی اون مزه ای رو که من و شما فکر میکنیم به تنهایی نمیده. شما وقتی مثلا میگین این گوشت، نگاه کنید گوشت تو خورش قیمه یه مزه میده، تو خورش قرمه سبزی یه مزه میده، اگر کبابش کنید یه مزه میده، بستگی داره به اون چیزایی که بهش میزنن، ادویه، نمک، فلفل اینها و نوعی که میپزنش. البته مثلا خود من وقتی گوشت بخورم ترجیح میدم اگه استیک هست اصلا هیچی بهش زده نشه، فقط یه کم نمک که مزه حقیقی گوشت رو بفهمه. و برگزیت، ماجرای انگلستان و خروجش از اون اتحادیه اروپا که از همون اول هم معلوم بود که اینا نمیخواستن، چون پولشون رو عوض نکردن، همینجوری پوند نگه داشتن، و این احمقا حالا وقتی رفتن بیرون فکر نمیکردن که ما وقتی میریم بیرون، مثل این میمونه که من و شما بریم بیرون فکر اینو نکنیم که وقتی برمیگردیم کلید داریم یا نه. این کاری که کردن و بعد کرونا هم دلیل به اصطلاح مضاعفی شد، قوز بالا قوز. راننده های خارجی که اون موقع فکر نمیکردن خارجیه، فکر میکردن همه مال اروپا هستن، وقتی رفتن کشورهای خودشون بیشتر اروپای شرقی، حالا که میخوان برگردن باید پاسپورت داشته باشن، ویزا داشته باشن و نمیتونن، مخصوصا ادارات هم یه جای بسته تعطیله. انگلستان 100,000 راننده کم داره، و در انگلستانی که همه دنیا رو مسخره میکنه که اینا نمیتونن مدیریت کنن، منیجمنت خوبی ندارن، الان تو پمپ بنزیناشون سر بنزین دعوا میشه. و دیدم اینایی که فیلم میسازن برای تلویزیون من و تو و تلویزیونای دیگه که آقا گوشت اینقدر فلان، یه آقای یه ویدیوی جالبی ساخته بود که ما رفتیم اینقدر لیتر بنزین زدیم، انقدرم پولشو دادیم، به این میگن زندگی نرمال. حالا انگلیسی ها یقه همدیگر رو توی پمپ بنزین پاره کنن. مشکل راننده در انگلستان، و احتمالاً به زودی آگهی ها رو میبینید که در تلویزیون های ایرانی میگن هر کسی راننده کامیون هست، مثلا گواهینامه یکا، میتونن بیان برن انگلستان، برای این مدت ویزای کار بهشون داده میشه. در آمریکا مشکل کارگر هست. خود من 3 روز پیش از اینجا رفته بودم بیرون، یه دو جا مجبور شدم بگردم تا بنزین گیر بیاد، و اون کسی که پمپ بنزین داشت گفت اینها مسئله هم تولید هم نقل و انتقال چیز رو دارن، یعنی هم پالایشگاه کارگر و اینها کم داره، هم راننده و کارگری که اینها رو بیاره. و اما سخنرانی پامپئو در جمع مجاهدین رو روش یه مقداری چیز میکنیم، چون توی اون جمع
پامپویی که میره احمقایی که تو کالیفرنیا هستن مثل رکسان گنجی و دیگران دعوتش میکنن، قربون صدقش میرن، نهارش میدن، شامش میدن، چیزهای دیگه میدن که نشون نمیدین. حالا وقتی میاد میره تو سازمان مجاهدین اونجا پول میگیره، به اونا میگه که ایران نه حکومت دیکتاتوری را آخوندار رو میخواد، نه حکومت دیکتاتوری پادشاهی. یعنی چی؟ یعنی ایرانی ها فقط تو رو میخوان. همینجا به مجاهدین بگیم بله، همه ایرانی ها، حتی اونایی که میگن 99% دروغ میگن، 100%شون شما رو میخوان. اول برید مسعود رو پیدا کنید، بعدم همتون راه بیافتید، مثل همون دفعه که رفتید ایران از عراق میخواستید 8 ساعته برسید به تهران که با ماشین سواری هم امکان نداره، شما با تانک و توپ میخواستید برین، این دفعه لطف کنید برید براتون فرش قرمز درست کردن، گذاشتن آماده. اگرم فرش قرمز نبود احتمالاً مردم با خون خودتون براتون فرش قرمز درست میکنن، چون خیانت شما مردم ایران رو چنان عصبانی کرده که بعد از 30 سال از این جنگ، جنگ رو ممکنه فراموش کنن ولی خیانت شماها رو فراموش نخواهند کرد. و اما طالبان درسته یا باطلان؟ دیدم یه جایی نوشته که این باطلان در افغانستان. به نظر میرسه تا امروز هیچ دولتی به اصطلاح حکومت طالبان رو به رسمیت نشناخته، حتی کشورهایی مثل ایران و پاکستان و اینها، پاکستان خیلی تلاش میکنه این آقای عمران خان که بابا به اینا وقت بدید، شانس بدید اینا، ولی این طالبان ها انقدر احمقن نتونستن یه مدتی خودشون رو کنترل کنن تا بعد که حکومت دستشون اومد هر غلطی خواستن بکنن. الان مسئله اقتصادی، مسئله پول، مسئله کار، مسئله زنان، مسئله تحصیل، همه اینها یکی یکی قوز بالا قوز بالا قوز بالا قوز شده و حکومتایی که این همه قوز ندارن چه غلطی میکنن تا حکومتای قوزداری مثل آخونده و طالبان. همین ماجرای حکومتها دیشب اگر ساعت 12 شب به اصطلاح بودجه آمریکا دوباره کشش نمیدادن تا دسامبر، یعنی تا 2 ماه دیگه، همه جا تعطیل میشد، همه جا تعطیل میشد، یعنی بعضی جاها یعنی همین مجلس، یکی از چیزایی که اینا تایید کردن برای این بود که مجلس پلیس داشته باشه، سکیوریتی داشته باشه. در صورت دیروز در آخرین دقایق کاری آمدند و امضا کردن که به اصطلاح این بودجه ادامه پیدا کنه و اینا بتونن دولت، کارمندای دولت بتونن کارشون ادامه بدن فقط برای 2 ماه. و منی که الان 30 چند ساله در آمریکا هستم، هر از 6 ماه یه سالی این ماجرا تکرار میشه و من نمیدونم وقتی بودجه رو تعیین میکنن مگه برای همه سال نیست؟ چرا هی اینجوری هر از 2-3 ماهی این مشکل پیدا میشه؟ اگه کسی در این مورد میدونه و مایل هست صحبت کنه خوشحال میشیم. یه ضرب المثلی هست دوستان، میگن از مسیر لذت ببرید، در مقصد خبری نیست. این برای زندگی واقعا درست، چون خیلی ها هستن همه مسیرشون رو خراب میکنن به امید اینکه در مقصد میرن بهشت، ولی اگر شما اون داستان آدم و حوا، این دروغ های بهشت و جهنم رو قبول ندارید، پس مسیر رو لذت ببرید، در مقصد هیچ خبری نیست. و اما خسروشاهی ها در ایران و جهان یک گفتگو یا یک کلکل و نوشتاری داشتم با دوست عزیزم آقای پتیک و رسیدیم به این خسروشاهی ها. میدونید که الان اوبر دارا خسروشاهی مدیر عاملش هست و اینا چون از ایران خونوادتن پولدار بودن، کارهایی میکردن خیلی غیر معمولی برای رسیدن به پول، وقتی هم از ایران، حالا میگن ما فرار کردیم، وقتی هم از ایران اومدن بیرون و اینها، با اون پولایی که داشتن، با اون ارتباطاتی که داشتن، باز این کارها رو انجام دادن و توی خارج هم خیلی موفق هستن. من 4 تا برادر ترک به خسروشاهی دوستمون بودن که یکیش فوت شد،
دو تاش فکر کنم فوت شده. و اینها یه محلی هست به نام خسروشاهی، بعضیا یه پسوند و پیشوندی هم دارن، بعضیا همین محل رو به اصطلاح به عنوان اسم فامیل انتخاب کردن. در این مورد هم اگه خواستید صحبت میکنیم. فیلم ورشکسته ها رو خدمتتون گفتم، یه فیلم بسیار بد، بسیار ضعیف از همه لحاظ، داستان، صحنه، هنرپیشه ها. شما نگاه کنید، نظرتون به من بگید اگه با من هم نظر هستید و موافق هستید یا مخالف هستید. فیلم ورشکسته ها، فیلم ایرانی. و اما ترامپ شالاتان دیگه به سیم آخر زده. آریزونا 6 میلیون پول خرج کردن، دوباره آرا رو یا رأی ها رو شمردن و باز این بار ثابت شد که اتفاقا بایدن از اون موقع هم بیشتر رأی آورده، تقلبی هم نشده. اینو شما داشته باشین. ولی این شالاتان با همه ای که اینها رو میدونست رفت گفت که شمردن، ما برنده هستیم. یه سری هم احمق اون پشت سرش وایساده بودن، کف و سوت و اینها، و میگن دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. این ماجرا هست. و اینجا آقای فرهاد زمانیان نوشتم، صحبت کردم. فیلم کلوزاپ رو نگاه کنید، دایره مینا رو نگاه کنید، فیلم ورشکسته ها رو نگاه کنید. و اما دوستان، این شطرنج ما توی داستان ها میشنویم که از ایران درست شده، ولی به نظر میاد حقیقتش اینه که از هندوستان درست شده، بعد فرستادن برای پادشاه های ایران و ماجرای این بوده که حالا شما به جای این بیا با هم بجنگیم، دعوا کنیم، یه از این مزخرفات. و بعدن ایرانی ها یه وزیر کی بوده بگید، خیلی هم دانشمند بوده، وزیر نادرشاه اگه اشتباه نکنم، اون بازی تخت نرد رو درست میکنه و میفرسته که میخواد به اونا بگه که همیشه بازی کردن مهم نیست، خیلی وقتا شانس هم دخالت داره، چون تخت نرد کامبینیشن یا به اصطلاح مجموع شانس هست و دونستن بازی. و اما ما قادر نیستیم چیزهایی را که جلوی روی من هستند ببینیم مگر داخل قاب باشند. یه سخنرانی داشت آقای عباس کیارستمی. میدونید من قبلا از عباس کیارستمی انتقاد کردم به خاطر که فیلمایی که میساخت به نظر من خیلی بی سر و ته بود، یه ماشینی هی توی جاده میره میاد، خیلی طولانیه. بعدن فهمیدم که یه دلیلش اینه که این اصلاً احتیاجی به بلیت فروختن نداره، چون برای کانون پرورش فکری ایران کار میکرده. بعد فیلم‌ها رو دوست داره طولانی باشه، چون قبلا محدودیت داشته، آگهی میساخته، آگهی‌ها 15 ثانیه 30 ثانیه ماکسیموم یه دقیقه بوده، این از اون لحاظ یه عقده‌ای تو وجودش بوده. بعد یه فیلمی ساخته از پسرش که حالا بعضیا میگن نه این سناریوه، بعضیا میگن نه این فیلم حقیقیه، به نام زالو. اون رو هم ببینید که پسرش رو میاره جلو دوربین میذاره که تو سال گذشته 4 تا تجدید داشتی، حالا 7 تا تجدید داری، من این فیلم رو میسازم برای آینده. حالا گویا پسرش این فیلم رو استفاده کرده و اون آینده‌ای که اون روز عباس کیارستمی فکرشو میکرد میشه حال. یادتون باشه آینده دیروز حاله و حال امروز میشه گذشته فردا. و اون توی مصاحبه میگه ما قادر نیستیم چیزهایی رو که جلوی رویمون هست ببینیم مگر اینکه داخل قاب باشه. یکم به این فکر کنید، حقیقتا درست میگه. به همین خاطر هست که مثلا تابلوهایی رو که توی یه قاب گذاشتن که رنگش میتونه نظر ما رو جلب کنه و اینها، اونو بیشتر میبینیم. تابلوهایی که خاموش و روشن میشه بیشتر به اصطلاح جلب توجه میکنن و الی آخر. یه عکسی دارم از اینترنت و اینا که میذارم، روزی شنبه عکس‌ها رو نشون بهتون میدم. گویا آقای ابی در ارمنستان افتضاح کرده و از طرف یه برنامه هست به نام کوچه یه خانمی درست میکنه، نمیدونم این دختر خان آقای توکلیه. در هر صورت توی این برنامه میگه یه عده از این ور میرن خوش باشن و میرن هم کرونا میگیرن هم کرونا پخش میکنن. کنسرت‌ها رو میگه در ترکیه و در ارمنستان. یه عده میرن تو سر خودشون بزنن گریه و زاری و عزاداری، کربلا. اونا هم از اون ور به اصطلاح میشن ناقل این ویروس، یا بعد میان
خودشون میگیرن و اینم یه مصیبتی که کسی نمیدونه چگونه حلش کنه. افتضاح امسال در مرز شلمچه و ایران و عراق، این خودش قابل بحث و صحبت هست. اینجا نوشتم فیلم دایره مینا، فروزان، سعید کنگرانی و باز یه چند تا عکسای دیگه هست که گذاشتم براتون. یه عکسی هست که نوشته کتاب کیلوی 10 تومن، اون رو بعدن یه شنبه بهتون نشون میدم. و اینها نظری، عکس نظری و اینایی که میرن نظری میگیرند یا توی این مراسم ماه محرم و سفر و اینها شرکت کرده بودن. و یه نوشته دیدم از یک خانم که الان باهاش در حال گفتگو هستم بر سر این که ایشون مثل که پدرش جانبازه. این کلمه جانبازم یه چیزیه، اگر کسی جانشو باخته که دیگه الان، چون تو ایران میگن جانباز 80%، 40%، 30%، به جایی که مثلا اینجا نمیدونم چی میگن وقتی کسی مجروح میشه مثلا توی جنگ و اینها، بچه الان درست یادم نیست. در صورت ایشون نوشته بود که یک به یک فهمیده میگردند کودک های من سمت حیفا و تلاویو است موشک های ما. گفتم خانم حالا برای که شما این بیت تو نمیدونم قافیه جور بیاد، این جنگ و اینها با فهم هیچ رابطه ای نداره، اتفاقا بیشعوری و نفهمی است که جنگ میاره. اگه کودکانمان یک به یک فهمیده گردن، حتی با همین اسرائیلیا که نه مرزشون مشخصه نه کتابشون مشخصه، با اونا هم از راه جنگ و موشک پرانی به اصطلاح چیز نمی کنن، بلکه از طریق صلح و نمیدونم دوستی و نشستن و صحبت کردن مشکلاتشون حل میکنن. اینم از این. و اینجا نوشتم تعطیلی دولت آمریکا به خاطر بودجه، که این دیشب حل شد، برطرف شد و گذشت و رفت. دوستان عزیز، برنامه من امروز این چند دقیقه فقط برای این بود که بهتون بگم امروز که جمعه هست، نه کانون آوا برنامه جدید خواهد داشت نه سوربی. البته خب به یه نوعی من داشتم، حالا مینی برنامه بود و کوچولو بود. شما میتونید در تلویزیون بر مردم برنامه داشته باشید، شما میتونید در تلویزیون مردم برنامه های دیگران را حتی اگه دوست دارید پخش کنید با یه هزینه بسیار کم که انقدر کمه اصلا قابل گفتن نیست. و بالاخره در تلویزیون مردم همه میتونن نظراتشون رو بگن. تلویزیون مردم از مردم، با مردم، برای مردم و با حمایت مردم. لطفاً حمایت رو فراموش نکنید. و حمایت هم خیلی ساده است، روی وبسایتمون مردم tv.com دو تا علامت، یکی این بالا نوشته دونیت، یکی نوشته همیاری، روی اون کلیک کنید از طریق پیپل. و اگر کسی مایل باشه کمک کنه، اون خودش میتونه راهاشو پیدا کنه. اگر مشکلی در پیدا کردن راهها بود تماس بگیرید. تماس ها هم از طریق این شماره تلفن میشه. این شماره تلفن دوستان روی واتساپ هم هست، 202-695-2573. اگر از ایران هستید خب باید 201 رو بگیرید، اگه کشورهای دیگه هستین ببینید کد خارج چیه، و اگه تو آمریکا هستید اصلا لازم نیست حتی 01 رو بگیرید، همین 202 که بگیرید. و وبسایتمون هم اینه، بذارید بهتون نشون بدم، effect5mardomtv.com. یه دونه ایمیل هم داریم خیلی ساده، ما همه چیز رو سعی میکنیم ساده برای شما دوستان، info@mardomtv.com. از اینکه بیننده این برنامه بودید ازتون تشکر میکنم، با امید دیدار شما روز یک شنبه که میشه 3 ماه اکتبر سال 2021. و باز هم ازتون خواهش میکنم هم برای خودتون که اگر به اصطلاح یوتیوب تماشا میکنید از یوتیوب سابسکرایب بشین، اگر از فیسبوک تماشا میکنید فالو کنید که هر وقت ما برنامه گذاشتیم براتون بیاد. یکی دو دقیقه طول میکشه، این ویدیو رو روی فیسبوک هم قرار میدم. باز هم از شما ممنون و متشکرم. لطف کنید تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید و حمایت فراموش نشه. روز روزگار بر شما خوش.